سراسر خاک سوریه صحنه نبرد رزمندگان با نیروهای اسد است. دشمن زبون که از مقابله با رزمندگان ناتوان است، با بمباران‌های وحشیانه انتقام را از مردم بی‌دفاع می‌گیرد. گزارشی از تلویزیون العربیه. دمشق و مناطق اطراف آن شاهد بمباران‌های وحشیانه مناطق مسکونی مردم توسط هواپیماهای اسد بود. این حملات در مناطق اطراف جوبر و زملکا همچنین ملیحه با شدت بیشتری جریان داشت. متاسفانه تعداد زیادی از منازل مردم ویران شد و شمار زیادی از ساکنان جان خود را از دست دادند. این جنایات در حالی رخ داد که درگیری‌های گسترده‌ای بین انقلابیون و نیروهای اسد در قلب پایتخت در جریان بود. رزمندگان طی این درگیری‌ها تعدادی از مزدوران اسد را به هلاکت رساندند. در منطقه ملیحه درگیری‌ها موقعی شدت یافت که نیروهای اسد قصد پیشروی در این منطقه را داشتند. آنها با آتش سنگین رزمندگان مجبور به ترک منطقه و بازگشت به مواضع قبلی خود شدند. در شهر حما که این روزها شاهد پیشروی چشمگیر رزمندگان بوده ایم، نظام درمانی اسد برای سد کردن راه رزمندگان اقدام به قطع جاده‌ای که شرق حما را به حمص می‌رساند کرد. دشمن با انفجار ساختمانی در منطقه‌ای به نام دیوارهای هندسی که در اختیار نیروهای خودش بود دست به این اقدام زد. این اقدام وحشت‌آلود رژیم اسد در بحبوحه درگیری‌ها در منطقه مورک صورت گرفت. رزمندگان موفق شدند ضمن تهاجم به دشمن یک تانک آنان را منهدم کنند. شهر کفرزیتا و مزارع و روستاهای اطراف آن هدف حملات هوایی قرار گرفت که متاسفانه تعدادی از ساکنان آن کشته شدند. در بین قربانیان کودکان و زنان نیز وجود داشتند. شهر تازه آزاد شده نوا در اطراف درعا با بشکه های انفجاری بمباران شد که باعث وحشت ساکنان و کوچه اجباری آنان گردید. شهر دیرازور نیز شاهد تهاجم مزدوران داعش و شبه نظامیان حامی اسد بود که قصد داشتند در این تهاجم مراکز نفتی این منطقه را تصرف کنند، اما با مقاومت رزمندگان روبرو شده و مجبور به عقب نشینی شدند. شهر مقاوم حلب نیز طی روز گذشته شاهد درگیری میان رزمندگان آزادی با مزدوران اسد در مناطق مختلف این شهر بود. رزمندگان این شهر توانستند تعدادی از ادوات پیشرفته رژیم اسد را منهدم و از صحنه خارج کنند. این در حالی بود که منطقه اشرفیه و محله‌ای به نام جوانان در این منطقه مورد هجوم هوایی قرار گرفت که باعث ویرانی مناطق مسکونی و تجاری آن شد. رزمندگان در شمال سوریه توانستند به تمامی نقاط استراتژیک واقع در منطقه برج 45 در بلندی‌های ترکمان مسلط شوند و آن را به طور کامل تسخیر نمایند. افادت شبکه الاخبار اخبار اللاذقیه عن تمكن الثوار. رزمندگان طی درگیری‌هایی که در این منطقه به وقوع پیوست، به سه محور باقی مانده در این منطقه که هنوز نیروهای اسد در آنها پایگاه داشتند تسلط پیدا کردند و توانستند در خلال همین درگیری‌ها تلفات زیادی را به دشمن وارد کنند. رزمندگان در پیشروی‌های روز یکشنبه خود در جبهه لاذقیه همچنین به منطقه‌ای که شهر کسب را به بلندی‌های ترکمان وصل می‌کرد مسلط و این منطقه را تحت کنترل گرفتند. رزمندگان طی این عملیات هماهنگ مراکز تجمع نیروهای اسد را در بلندی‌های چالمازی را آتش سنگین توپ و خمپاره گرفتند. این در حالی بود که دشمن بار دیگر مناطق مسکونی را بمباران کرد که باعث کشته و زخمی شدن تعدادی از مردم بی‌دفاع گردید. سه گروهان رزمی انقلابیون، فیلق شام، جوانان قادسیه به همراه گروهان تجمع شام به طور تمام وقت و طی دستور اتاق عملیات خود را به گردان انفال در شمال لاذقیه معرفی کردند.
این تقویت نیرو ساعتی بعد از خبر به هلاکت رسیدن یکی از سرکردگان اسد به نام محمد معروف فرمانده گردان موسوم به 41 نیروهای ویژه اسد انجام شد. حالا گزارشی هم از صحنه سیاسی سوریه و فعالیت‌های ائتلاف ملی برای رساندن صدای مردم و رزمندگان. گزارشی از تلویزیون العربیه. عرض رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أحمد الجربة ائتلاف ملی سوریه به رهبری احمد جربا و با حضور تمامی فرماندهان نظامی در شهر بتاکیه ترکیه تشکیل جلسه داد. در این جلسه احمد جربا دستاوردهای سفرش به عربستان را تشریح کرد. قرار است طی روزهای آینده رزمندگان کمک‌های بیشتری از سوی عربستان و چند کشور دیگر دریافت کنند. دریافت این کمک‌ها صحنه جنگ را به سود اپوزیسیون در روی زمین تغییر خواهد داد. در انتهای این جلسه بیانیه‌ای از سوی تمامی اعضای ائتلاف قرائت شد که در آن تصریح شد ائتلاف از تمامی امکانات و تلاش خود برای بالا بردن سطح سیاسی در جهت تقویت هرچه بیشتر تمامی جبهه‌های نبرد و تسلیح رزمندگان به سلاح‌های پیشرفته استفاده خواهد کرد. حالا سری به حومه دمشق میزنیم و گزارشی از نبردهای رزمندگان در این منطقه را میبینیم. در جریان درگیری در محلی سیدنا یا در اطراف قلمون در حومه دمشق، یکی از سرکردگان ردبالای اسد به نام ماهر کهلا به دست رزمندگان به هلاکت رسید. مزدوران اسد قصد تصرف انبارهای 595 در شرق قلمون را داشتند، اما انقلابیون راه آنها را سد کردند و تعدادی از ادوات نظامی این مزدوران را نیز منهدم کردند. از فرودگاه سین یک گروهان برای کمک به نیروهای اسد اعزام شده بودند که تعدادی از آنها طی این عملیات دفاعی به دست رزمندگان کشته شدند. در همین حال منطقه ملیحه و داریا در حومه دمشق چند بار با موشک زمین به زمین و آتش توپخانه و خمپاره مورد اصابت قرار گرفتند. بر اساس گزارشات رسیده از دمشق، غوطه شرقی و غربی شاهد درگیری‌های گسترده بین رزمندگان و نیروهای اسد بود. شهر داریا و محله‌های مسکونی آن بارها با خمپاره هدف قرار گرفتند که باعث وارد آمدن خسارات مالی و جانی به ساکنان این محلات شد. ينفذ تنظيم داعش هجوما جديدا على مناطق ريف دير الزور الشمالي لتخفيف همواره انقلابیون و ارتش آزادی سوریه از همدستی اسد و مزدوران داعش خبر می‌دادند. حملات جدید مزدوران داعش در دیر الزور به وضوح این امر را به اثبات می‌رساند. گزارشی از تلویزیون العربیه. مزدوران داعش برای کاهش فشار از نیروهای اسد در مناطق دیگر سوریه به تهاجمات جدیدی در مناطق شمالی دیر الزور دست دادند. داعش شروع به تصرف شهر البصیره در جاده استراتژیک دیر الزور حسکه کرده است. جبهه‌های جدیدی که داعش در مناطق شمالی دیر الزور گشوده است، همکاری داعش و اسد را بیش از هر زمان دیگر نمایان می‌کند. هدف داعش کاهش فشار رزمندگان روی نیروهای اسد در جبهه ساحل و شمال و مناطق میانی است. بعد از اشغال شهر سور، مزدوران داعش به شهر البصیره در نزدیکی جاده دیر الزور حسکه حمله کردند. منابع اپوزیسیون گفتند گردانهای ارتش آزادی بعد از پس گرفتن روستای زار، مزدوران داعش را در البصیره محاصره کردند. بعد از اینکه داعش برخی از رزمندگان را اعدام کرده و خانه های رزمندگان را آتش زد، شهروندانی از برخی شهرک های حومه شمالی کوچ کردند. یورش داعش در تعدادی از روستاهای شمالی دیر الزور با بمباران این مناطق توسط اسد برای زمین سازی ورود مزدوران داعش به آنها همراه بود. بر اساس منابع اپوزیسیون، نیروهای اسد در بسیاری از موارد در گذشته نیز برای زمین سازی ورود داعش اقدام به بمباران کرده بودند.
این بمباران در شهر اشاره برای قطع کمک از ارتش آزادی از شهر آلبوکمال روشن شد. این قبیل همکاری ها بین داعش و اسد فقط به دیر الزور خلاصه نمی شود، بلکه همین همکاری در جبهه حلب نیز مشاهده می شود. مواردی که داعش با اسد همکاری داشته عبارتند از تخلیه دانشگاه مأمون در نزدیکی شهر باب در حومه حلب چند ساعت قبل از رسیدن نیروهای اسد. همینطور داعش روستای شامر را در شیخ نجار بدون هر گونه درگیری به نیروهای اسد تقدیم کرد. علاوه بر آن کنترل نیروهای اسد بر گردان ضربت هوایی بود که از سمت مناطق تحت کنترل داعش در حومه شمالی حلب وارد شد و آن را به کنترل خود درآورد. رژیم اسد قصد دارد با ایجاد فضای ترس و وحشت مردم را از ادامه نبرد و ایستادگی منصرف کند، ولی بیشتر ساکنان مناطق ویران شده مقاومت را انتخاب می کنند. ساکنان مقاوم شهر ادلب و منطقه‌ای به نام تفتناز با وجود بمباران و ویرانی مصرند که به زندگی خود در این شرایط سخت ادامه بدهند و مقاومت کنند. آنان میگویند هرگز تن به تسلیم و خاری نمیدهند. بمباران و جنگ باعث وقفه در حیات ساکنان نشده است. اینجا در تفتناز همه فعالیت ها برای ادامه زندگی و تأمین نیازهای مردم. ما اینجا ایستادگی میکنیم. با وجود خطر بمباران ما محل زندگیمون رو ترک نمیکنیم. با وجود ویرانی این منطقه، ساکنان حاضر به ترک خانه هایشان و رفتن به خارج سوریه نیستند. این انتخاب را در زمانی انجام می دهند که روزانه این منطقه در خطر بمباران مجدد قرار دارد و وضعیت زندگی به علت خرابی اماکن و محاصره بسیار دشوار است. با وجود شرایط بدی که در اون قرار داریم، ترجیح میدیم تو خونه هامون بمونیم، چون اینجا کشور ماست و اینجا رو دوست داریم. از همه برادران مسلمان میخوام که به ما کمک کنن تا بتونیم ادامه بدیم. تفتناز در شمال شرق ادلب و در 70 کیلومتری جاده حلب ادلب واقع شده است و مانند بسیاری دیگر از ساکنان این مناطق هیچ وقت تسلیم بمباران های اسد نشده است. وحشیگری اسد و ویرانی خانه ها چیزی از ایمان و اراده ساکنان این منطقه کم نکرده است. بسیاری امکان این را داشتند به محله‌های امن‌تر بروند، اما به خواست خودشان ترجیح می‌دهند در شهر بمانند و با هر امکانی که دارند شرایطی را به وجود بیاورند که بتوان به زندگی روزانه در این مکان ادامه داد. من با وجود اینکه برای مدتی به کمپ‌های پناهندگی در ترکیه رفته بودم، ولی دوباره به تفتناز برگشتم. تصمیم گرفتم به هر بهایی، حتی زیر بمباران هواپیماهای جنگی، در محل زندگیم در سوریه بمونم. تفتناز تنها نمونی از شهرهای سوریه است که مردم آن ایستادگی و مقاومت می کنند و با این کارشان قصد دارند پیامی برای آینده سوریه بفرستند که تمام ویرانی‌هایی را که نظام اسد برای ادامه سلطه دیکتاتوریش به بار آورده را ساکنانی که به وطنشان عشق می‌ورزند به آبادی تبدیل خواهند کرد.